افهمی خواهیم در آغاز بحث فراموش کردم که 8 مارچ گرش گذشت ولی هفته همبستگی زنان بر شما و سایر زنان افغانستان تبریک میگم. خانم حکمت‌شاهی، با این که دقیقا افغانستان در گذشته ها شرایط بسته ای که در فضای کشور حاکم بود و قیودات و دقیقا وضعیت پیچیده و مبهمی که بسته ای که برای خانم ها قرار داده شده بود، زنان افغانستان از فعالیت های اجتماعی، سیاسی و اقتصادی و در ابعاد نظامی هم باز داشته بود، اما پس از روی کار آمدن حکومت موقت انتقالی و انتخابی دقیقا فضا باز شد، یک مقدار همون سنت های حاکم شکست و فضای مبهم و پیچیده از بین رفت. استفاده بهینه‌ای که زنان افغانستان از این وضعیت می کردن به خاطر تثبیت جایگاهشان در این 13 سال کردن؟ واضح هست. بیشتر در قدم اول سلام و عرض ادب دارم خدمت تمام کارکنان تلویزیون یک و همچنان بیننده های عزیز و همچنان مهمان های حاضر در بحث امروزی. واضح هست بیشتر وکیل صاحب زکی برشان به موضوع اشاره کردن که خانم ها در طی 13 سال گذشته دستاورده های فوق العاده زیاده را واقعا که چشمگیر است به دست آوردن و موضوعی که باید خانم ها به حقیشان به اصطلاح برسند، یعنی هم کافی نیست. ما فکر میکنم حال زمینی که در حکومت وحدت ملی به اصطلاح پیش بینی شده یا وعده شده برای زنها، امیدوار هستم در نزدیکترین وقت امی هم پوره شود. حالا از حکومت وحدت ملی بیشتر از 6 ماه نمیگذره، در 13 سال گذشته پس از حضور جامعه جهانی در افغانستان، یکی از اولویت های کاری حضور جامعه جهانی در افغانستان مساعد کردن فرصت ها و شرایط برای بهبود وضعیت اقتصادی زنها و مشارکت سیاسیشان در ابعاد مختلف، این فضا واقعا مساعد شد برای زنان افغانستان به خاطر تثبیت جایگاهشان در ساختار نظام؟ شما فکر میکنم که بیننده های عزیز هم در این رابطه و همه دوستان اطلاع دارند که پروژه به نام پرمت از طرف جامعه بین المللی برای وزارت امور داخله چندی قبل پیشنهاد شده. فکر میکنم پلانای از اونها سر دست است، امکان داره در نزدیکترین وقت به خاطر توانمندی زنان در این قسمت کار صورت بگیره. خب حالا شما که به عنوان رئیس جندر یا حقوق بشر وزارت امور داخله ایفای وظیفه میکنین، یکی از سوالای اساسی شهروندان به ویژه خانمای سرزمینی است که خب وضعیت مشارکتی زنان در نیروهای پلیس چگونه است؟ حالا چقدر پلیس در وزارت امور داخله ثبت و راجستر است؟ البته در بخش خانم ها چه فعالیت ها میکنن؟ کارهایشون مشخصا چی است؟ بسیار خوب. باز هم اگر تکرار گفته نشه، بیشتر از 2000 خانم در صفوف پلیس ملی حضور داره و البته در این کمیت ملکی ها هم شامل هستند که اجیر و مامور ملکی و سرباز و افسر و ساتنمند هستند و حضور از اینا ما فکر میکنم که فوق العاده مثبت و قسمی که زکی صاحب به او اشاره کردن، گفتن که خواهرای ما در بخش های عملیاتی اشتراک بسیار فعال دارد، در بخش های حل پرابلم های خانواده یعنی خشونت علیه زنان، در عوضات امنیتی فعلا بسیار حضور مثبت دارند و بسیار موثر هستند. همچنان در بخش های حقوق بشر و امور زنان اونا در عوضات و به اصطلاح واحد دومی ما که ولایات هستند، 34 ولایات هستند، اینا حضور بسیار فعال دارند و وظایف خود به پیش میبرند، اونا بسیار موثر هستند و همچنان همه دوستا شاید از این هستند که ما در انتخابات سال گذشته یا سال جاری سهم بسیار فعال داشتن پلیس و ناسیه و توانستند که تامین امنیت بکنن برای سایت های انتخاباتی و سایر موضوعات دیگه. دقیقا. ولی حالا میشه که در رابطه به فضای حاکم در صف نیروهای پلیس برای نوع فعالیت خانم ها یک مقدار اشاره کنید که آیا فضای لازم و کامل و مساعد برای چگونگی فعالیت هایشون وجود داره؟ قسمی که همه خواهرای ما از بخش پلیس مشنون و میاله میبینن و عملا میبینن که برای خواهرای ما زمینه های بسیار خوب کاری مساعد شده، البته حمایه بسیار فوق العاده زیاد از طرف مقام وزارت امور داخله، نه تنها حال در برای وزیر صاحب فیلی سابق هم در قسمت حمایت های ما داشتیم و خواهرای ما جایگاهشان
به اصطلاح یک زمینه بسیار خوب است برای اجرای وظایف بر از اونا و اونا مشکلات ندارند. خواهرای ما در این قسمت سهولت های فوق العاده زیاد دارند، امتیازات نسبت به برادرای دیگه ما دارند و معاشایشان مطابق به مو لیولی که برای مردا هست اجرا میشه. کدام مشکلی من فکر میکنم خواهرای ما ندارند از این؟ حالا یک پرسش دیگه هم از شما میخوایم مطرح کنم، بسیار کوتاه شرح بفرمایید که واقعا نقش زنان یا حضور زنان در وزارت امور داخله در بخش ملکی یا در بخش عملیاتی در صف پلیس ملی سمبولیک است یا واقعا به اساس یک نیاز اینا آمدن و در اونجا قسمی که میدانن بیننده های عزیز، تامین امنیت و نظم عامه وظیفه پلیس است و همچنان تنفیذ قانون و خواهرای ما در بخش که قسمت پیشتر هم با او اشاره کردم فعالیت های بسیار خوب و چشمگیری را دارا می باشند. طبعا که نقش از اونا در بخش پلیس بسیار سازنده هست و در موضوعات بسیار سازنده و مثبت که به اونا ضرورت است و اینا به اساس ضرورت ها جذب شدند. البته در بخش های کشفی هم هستند اینا، در بخش های اپراتیفی، در بخش های عملیات های تصفیهی و همچنان در بخش های اداری اینا مصروف فعالیت می باشند. بسیار تشکر خانم خاطر، شما بسیار خوش آمدین. میشه که وضعیت زنان را یک نگاه کلی داشته باشین در وزارت امور دفاعی ملی افغانستان و نقششان را در صف اردو و تأثیرگذاریشان را در این روند؟ بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. علیکم السلام. در قدم نخست ما افتی همبستگی زنانه برای تمام زنان کره جهان به خصوص برای زنان افغانستان و برای کارمندان شما از صمیم قلب تبریک و تهنیت عرض می کنم. صحت و سلامتی شان از درگاه عزت متعال خواسته و خواهان هستم و از تلویزیون یک از برنامه شما اظهار سپاس می کنم که برای ما زمینه را مساعد ساخت تا چند لحظه امروی شما در موقف نظامی های و یا در موقف زنان صحبت کنیم. قسمی که شما شاهد هستین و برای مملکت ما، برای مردم، برای جهانیان هویداست. مملکتی که از صفر شروع کرد تا امروزه در افغانستان خواهرای عزیز ما بسیار رشد کردن، بسیار ترقی کردن، نه تنها در هر سی نظام بلکه در تمام عرصه هایی که در افغانستان وجود داشت، در بخش های مختلف. دختر رو ببینین امروز مکتب میرن، پانتون میرن، جورنالست ها هستن، هنرمند ها هستن، در پارلمان هستن. شما میبینین که ما اولین پاراشوتیستی بودیم که واقعا در سال 81 یا 80 جنب پاراشوتی رو اجرا کردم. وقت تنها بودم. مگر امروز میبینین که نام خدا 13 جنرال دیگه در افغانستان موجود است از خواهرای عزیز ما و در پلی عزیز در نظام خواهرای عزیز ماست که دروازه برویشان باز شد، هم از خواهرها و هم از برادرای عزیز ما ببخشین. و این نظام شکر الحمدلله امروز با پا استاد شد و جور شد. ما آخرین رتبه نظامی که رتبه دگروالی است، یعنی آخرین رتبه نظام است، خواهرایی داریم که اونا دگروالا هستند، دگرمنا هستند. قبل از جنرالی؟ بله، رتبه جنرالی رتبه سیاسی است، مگر آخرین رتبه نظامی دگروالی است که ما تا دگروالی رو بسیار خواهرها داریم و خواهرای عزیز ما در وزارت دفاع در بخش های مختلف، البته اینا به طور بسیار صادقانه، عادلانه، جانبازانه و من حیث یک افغان واقعی اینا کار میکنن. در ببخشید در بخش سیه، در پیلوتی، در مخابره، در تلاشی، در دفاتر، در امالات خانه، در دوبی خانه و در تماما رشته های نظامی که در وزارت دفاع است امروز خواهرای عزیز ما اینا کار میکنن و ما مکتب OCS داریم که قماندانیش است و در اونجا دخترها میرن ترنینگ میشن، تعلیم و تربیه میکنن. خواهرای عزیز ما با بورسای خارجی میرن. شما دیدین که یک خواهر عزیز ما قهرمان پیلوت، امی
چند روز بله. یک جایزه شجاعترین زن افغان کسب کردن که افتخارش بر تمام نظامی است. بدون شک حالا ما اما قسمی که در آغاز بس با خانم زکی مطرح کردم که فضا یک مقدار باز شده برای فعالیت زنان در این کشور، ولی از حق نگذاریم که در اینجا تهدیدهایی هم وجود داره به خاطر فعالیت های خانم ها. خشونت واژه‌ای است که متاسفانه با نام زن و اطفال این سرزمین گره خورده و افغانستان بیشترین قربانی را میده در این راستا. سالانه چقدر زن قربانی خشونت های سیاسی میشه و خانوادگی. مسئله خیلی مهمه که حالا اینجا مطرح میشه ای است که دقیقا در وزارت امور دفاع امی فضایی که برای خانم ها باز شده یا فضایی که ایجاد شده برای نوع فعالیت یا چگونگی فعالیت این زن ها چقدر مطمئن است، چقدر باز است و چقدر مساعد است واقعا؟ قسمی که شما میبینین دموکراسی معنایش ای است که برای زن زمینه را مساعد میسازه یا برای مرد یا برای یک نوجوان یا برای یک دختر. یک آزادی است که میتونه از حق مسلم خود باید دفاع کنه. امروز یک دموکراسی واقعی است. شما ببینید در اون سالهای سابق تنها ما بودم و امروز را باز شد چقدر خواهرای عزیز ما در وزارت دفاع هستند. و ماشاءالله شما فکر کنین در سابق آنقدر ما زحمت میکشیدیم. شما باور کنین ما بیشتر از 500 جمپ پاراشوتی آزاد اجرا کردیم. آنقدر زحمت کشیدیم که در میدان هوایی خواجه‌نواش کابل در بهار در آفتاب سوزان در می گرفتیم و در زمستان از سردی هوا که در اونجا پاراشوت های بار بود، پاراشوت های برک بود، پاراشوت های شلدار بود، پاراشوت داله هشت بود و در پالوی از این پاراشوت های برک بود، پاراشوت های انواع و اقسامش بود، تی چار بود، اوتی پانزه بود، تلکا بود، پونو بود که پاراشوت ها رو ما کار میکردیم. باید که ما آشنایی کامل با نامای نظامی و واژه نظامی شما اگر نداریم، شما استفاده میکنید نداریم. فلحال صدای ما رو نظامی های ما میشنوند. و منظور ما ای است که با بسیار زحمت، با بسیار مشکل و با بسیار زجر ما به این رتبه جنرالی نائل شدیم. خب است. و امروز شما ببینین، اجازه بدین امروز شما ببینین که خواهرای ما چقدر زود روش کردن، حتی بر رتبه دگروالی رسیدن. یک میان برنامه کوتاه داریم و دوباره برمیگردیم.